علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن با ماست. آقای نوریزاده خیلی خوش آمدید. حوثی‌ها یکی دیگر از نیروهای نیابتی ایران رسما وارد جنگ اسرائیل و حماس شدند. ورود حوثی‌ها به جنگ به نظر شما چه تأثیری بر صلح و توافق ایران و عربستان سعودی می‌گذاره؟ به طور قطع با درود به شما و بینندگان عزیز، به طور قطع تأثیرش رو حتی تا الان گذاشته. یعنی ببینید پیام خامنه‌ای روزی که برگشت گفت اینها بر اسب بازنده شرط بندی کردن، ضربه اول به مصالحه با ریاض برای سعودی‌ها بسیار اهمیت داره که بتوانند در پرتو عادی سازی روابط با اسرائیل صلح فلسطین رو تضمین کنند یا در یه مرحله قرار بدن ابو مازن رهبر ملت فلسطین، رهبر قانونی، نه این آدم کشا. او تأکید کرد که راه سعودی به نتیجه داشت میرسید و در مرحله بعد فلسطینی ها وارد گفتگو میشدن برای تشکیل دولت فلسطین. دو دولت در کناره. آقای خامنه این معادله به هم زد، این بازی رو به هم زد و عواملش حالا چه در حزب الله، چه در صنعا، در هشت و شعبی عراق، اصحاب اهل عرب، اینا هم به هر حال بهشون فرمان داده که در حد کوچیکی فقط برای اینکه یه خود اسرائیل رو من میگم قلقلکش بدید یه کارایی بکنید، اما کار بزرگی نکنید که من جوابش رو پس بدم. خامنه ای آدم بسیار ترسویه، بسیار شعار میده، فریاد میزنه، ولی درست اون موقع میاد. آقای محسن رضایی فرمانده شکست خورده و بی آبروی جنگ ایران و عراق که آقای خمینی به گفته آقای رفسنجانی فرمان اعدام او و رحیم صفوی رو داده بود، لباس جنگی میپوشه، در این سن و سال میاد پشت میز استودیو صدا و سیمای آقای جبلی و خامنه میشینه و میگه بله ما خواستار جنگ نیستیم، اما تو میری به جنگی؟ نه، ایران وارد این جنگ نخواهد شد مگر اینکه اسرائیل تارگت سومش رو در آینده نزدیک هدف قرار بده. به نظر من اسرائیل سه هدف داره: غزه که داره میره جلو و متاسفانه ملت بیگناه فلسطین هم در تحت بدترین شرایط قرار دارن، کشتار دارن میشن، هزاران کودک و زن و مرد از بین رفتن. اسرائیل داره نقشش رو انجام میده به گونه یه مورد حمایت غرب، ولی بعد سراغ حزب الله خواهد رفت. حزب الله برای اسرائیل به مراتب دشمن خطرناکتری از حماسه. 50,000 موشک داره حزب الله، پهپاد داره، و از او که خلاص شد اون وقت همونطور که خودشون میگن سراغ سر افعی خواهد رفت، سراغ سید علی خامنه. آقای نوریزاده، حسن نصرالله قرار روز جمعه سخنرانی کنه، گفته این سخنرانی تاریخی خواهد بود. چقدر احتمال ورود حزب الله به جنگ رو بالا میدونید؟ گفتین ایران احتمالاً دخالت نخواهد کرد، اما فکر میکنید در صورت ورود حزب الله به نوعی و به نحوی به جنگ چقدر و تا کجا دامنی جنگ ممکنه گسترده بشه؟ ببینید حزب الله فرزند نامشروع جمهوری اسلامی است. علی اکبر معتشمی در 82 او را از رحم عمل بیرون آورد و این طفل نامشروع امروز قد کشیده، رشد کرده، 40 سالش شده، با 5,000 جنگجو، 7,000 نفر افراد پشت صحنه، و اگر مورد حمله قرار بگیره به گونه ای که ما در 2006 دیدیم، اگر مورد حمله قرار بگیره و مسئله نابودیش پیش بیاد، آقای خامنه ای یا باید عمامه رو برداره بره پشت پرده، وگرنه باید دخالت بکنه، برای اینکه فرزندش و فرزند عزیزش رو که اصلا ملت ایران براش اهمیت نداره، فرزند خودش رو بره حمایت کنه، اون وقت جمهوری اسلامی وارد معرکه خواهد شد که در اون بخت هیچ نوع بردی رو نداره. این حرفایی که احتمالش رو زیاد میبینین؟ چقدر محتمل هستین؟ نه زیاد. الان چون لبنان به شدت مخالف هر نوع جنگی، شما تمام رهبران لبنان گوش میدید به حزب الله اخطار میکنن مبادا ما رو دوباره وارد یک
بازی خطرناک بود. آقای نوری‌زاده، اینجا در آمریکا ساعتی پیش لوید آستین وزیر دفاع آمریکا با وزیر دفاع عربستان در پنتاگون دیدار کرد. در صورت گسترش جنگ نقش عربستان رو در این معادلات چطور می‌بینید؟ عربستان به شدت داره تلاش میکنه که یک آتش بس کوتاه ایجاد بشه. تمام هدفش اینه. مصر هم همینطور، اردن هم همینطور. حالا اردن دیگه سفیرش هم فراخواند. ولی فکر کنید اگر عربستان موفق بشه روی آمریکا تاثیر بذاره و آمریکا اسرائیل رو وادار کنه حتی برای 24 ساعت، 48 ساعت آتش بس بده اسرائیل که مواد غذایی و خوراک و اینا به غزه برسه، خب این برای عربستان خیلی مهمه. باقی فلسطینی ها هم ازش تشکر خواهند کرد. اون وقت میتونن فکر کنن برای احیای همون طرح صلحی که سعودی ها دارن، ملک عبدالله پادشاه پیشین سعودی در 2002 در بیروت اون طرح رو مطرح کرد و الان هم دوباره روی میز بود که آقای خامنه این بازی رو راد. علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن، خیلی متشکرم.